درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. مدتی بود که در جلوی دوربین نبودم، بعد از چند سال که با این سازمان تلویزیون ITC همکاری داشتم، به خاطر مسائلی که برای زندگی شخصی من پیش اومد مجبور شدم که یه مدتی در جلوی دوربین نباشم. ولی موقعیتی پیش اومد که احساس کردم وظیفه انسانی خودم رو و همینطور وظیفه یک به عنوان یک ایرانی، این وظیفه رو دیدم که از تلویزیون ITC آقای فرزاد درخواست بکنم که موقعیتی رو در اختیارم بذاره که این موقعیت رو با مهمانی که تا چند لحظه دیگه خدمت رو معرفی میکنم به شما معرفی بکنیم. از آقای فرزاد همطور که عرض کردم سپاسگزارم که این موقعیت رو در اختیار من گذاشتن. قبل از اینکه مهمان عزیزم رو معرفی بکنم، که احتمالاً شما آشنایی خوبی دارین اکثر شما، ولی خوبه که برای کسانی که آشنایی ندارن قبل از اینکه ایشون رو معرفی بکنم، یک ویدیوی تقریبا حدود 3 دقیقه با هم میبینیم و بعد میگردیم. من کاوه شهروز با افتخار یک همسر، پدر، حقوقدان، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر هستم. به همراه خانواده‌ام تصمیم مهمی گرفته ایم که من به عنوان کاندیدا در انتخابات درون حزبی حزب کانسرواتیو در منطقه ریچموند هیل شرکت کنم. من متولد تهران هستم و در کودکی به کانادا مهاجرت کردم. تحصیلاتم را در رشته علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه تورنتو و پس از آن در رشته حقوق در دانشگاه هاروارد به پایان رساندم. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون باور دارم کانادایی‌ها سزاوار دولتی بهتر از دولت ترودو هستند و حزب کانسرواتیو به رهبری پیر پولیف تنها حزبی است که می‌تواند مشکلات امروز را حل کند. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت قابل چشم‌پوشی نیست. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون دخالت‌های خارجی از جمله دخالت رژیم جمهوری اسلامی زندگی شهروندان کانادا را مختل کرده است. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون مجید جوهری نماینده مجلس ریچموند هیل تلاش دارد حکومت غیر عادی جمهوری اسلامی را عادی نشان دهد. حضور چنین فردی به عنوان نماینده منطقه‌ای که هزاران ایرانی کانادایی آزاده در آن زندگی می‌کنند با ارزش‌های دموکراتیک سازگار نیست. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی در کانادا مهم است و در این راه آسیب ندیدن افراد بی‌گناه برای من اهمیت دارد. کانادا نباید بهشت جنایتکاران و اختلاسگران باشد. من در این انتخابات شرکت می کنم چون به جای عزیزان شما مقامات جمهوری اسلامی موفق به دریافت ویزای کانادا می شوند. من در این انتخابات شرکت می کنم و به کمک شما نیازمندم. اگر شما ساکن محدوده جنوب الگین میلز ریچموند هیل هستین، بالای 14 سال دارید، دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا هستین، از شما درخواست می کنم که به وبسایت من kshahrooz.ca بروید و با مراجعه به صفحه ممبرشیپ فرم عضویت را پر کنید. در این مسیر با من همراه شوید و آشنایان خود را به همراهی دعوت نمایید. ویدیوی خوبی بود. از جناب شهروز بسیار سپاسگزارم که دعوت من را قبول کردند و من همونطور که در آغاز گفتم احساس میکنم که یک وظیفه انسانی دارم و یک وظیفه ایرانی دارم که به کسی که کمک میکنه و شاید میتونم بگم از زمانی که آقای شهروز حدود 10 سالش بوده که به کانادا اومده و در زمانی که به کارهای اجتماعی روی آورده کمتر کسی رو میشناسیم، که البته آشنایی خیلی کم ممکنه باشه نسبت به کسان دیگه ای که کمتر از جناب شهروز کمک هایی به جامعه کردن، ولی وقتی که شما مراجعه میکنین به گوگل
و یا صفحات اجتماعی خواهید دید که فعالیت‌های آقای شهروز واقعا چشمگیره. در این ویدیو چند تا نکته ممکنه جا افتاده باشه و اونی که آقای شهروز ازدواج کردن، دو تا فرزند بسیار نازنین دارن، همسرشون پزشک هستن و مثل خودشون خانواده واقعا در به نظر من نمونه هستن برای ایرانی هایی که در خارج از ایران که من میشناسم میشه معرفشون کرد. در این ویدیو صحبت از آقای جوهری کردن، آقای جوهری رو و همچنین خود آقای شهروز رو. من معتقد هستم که شمای بیننده در صفحات گوگل یا جاهای دیگه میتونین سابقه این فرد و اعمالش رو در سالهای گذشته که به راحتی میتونین پیدا بکنین در اونجا هست. خواستم که از جناب شهروز درود بگم، خوش آمد بگم و از اینکه فرصت دادین که امروز روز ولنتاین هست و امروز من افتخار دارم که بگم که این اولین مصاحبه ای هست که شما بعد از اینکه اعلام کردین امروز صبح، این افتخار رو دارم که در خدمتتون هستم. ویدیو رو با هم دیدیم جناب شهروز، اگه چیزی هست بخواین اضافه بکنین برای این قبل از که من سوالمو انجام بدم، مطلبی دارین به بینندگان خواهش کنم بفرمایید. درود بر شما جناب افشین جان و درود به همه بینندگانتون. اولا خیلی متشکرم از سخنان پر از مهرتون و اینجوری که منو معرفی کردین، واقعا زیبا بود و من واقعا افتخار میکنم که این اجازه رو دارم که در به عنوان اولین مصاحبم با شما بعد از اعلام کاندیداتوری خدمت شما باشم و اینکه با کار شما، کار خانوادهتون برای کامیونیتی و تمام ایرانیان آزاد آشنا هستم و خیلی خوشحالم که میتونم پیامو بیارم در برنامه شما. در مورد این ویدیو خیلی متشکرم که پخش کردین. این ویدیوی اعلام کاندیداتوری من به زبان فارسیه، یه دونه انگلیسی هم داریم و سعی کردم در این ویدیو اولا خودم رو معرفی کنم به کامیونیتی و صحبت از این بکنم که چی شد که من وارد این کار سیاسی شدم. یعنی من واقعا حسم اینه و الانم که دارم کار سیاسی میکنم و با افرادی که در ریچمون هیل زندگی میکنن دارم دائم صحبت میکنم، یک حس عصبانیت و شاید افسردگی رو میشنوم. این احساس که کانادا اونجوری که باید و شاید الان دیگه نیست. من خانوادم حدود 30 سال پیش اینجا اومد و ما حسمون اون زمان این بود که امید هست برای آینده، اگه آدم کوشش بکنه، کار بکنه، میتونه پیشرفت بکنه. اون حس متاسفانه من احساس میکنم از بین رفته. اقتصاد وضعی داره که همه ناامیدن تا حدی، جرم و جنایت بالا رفته و همه احساس خطر میکنند و جدا از این برای مخصوصا برای کامیونیتی کانادایی که ایرانی تبار هستند، این احساس که عزیزانشون نمیتونن بیان این کانادا اما کانادا شده حیات خلوت عنصرهای جمهوری اسلامی، این به نظر من احساس عصبانیت ایجاد کرده در کامیونیتی. من سعی کردم اینو تا حدی در این ویدیو انعکاس بدم و هدفم اینه که در کاندیداتوریم راجع به مسائل صحبت بکنم. بینندگان عزیز، من یک چند تا موضوع رو فراموش کردم. یکی این که آقای شهروز دانش آموخته فلسفه در دانشگاه تورنتو هستند و فارغ التحصیل وکالت از دانشگاه هاروارد رو دارن و در سردبیری ژورنال معتبر حقوق بشر هاروارد رو اداره کردن. البته ایشون هم نویسنده هستند و تحلیلگر مسائل سیاسی و مطمئناً کسانی که دنبال میکنن سیاست و برنامه های آقای شهروز رو در تلویزیون های کانادایی و تلویزیون های ایرانی مثل وی او ای، ایران اینترنشنال و دیگر داشتن. اینو برای این اطلاع میدم که کسانی که میخوان بیشتر آشنا بشن با آقای شهروز، کیفیت کاری ایشونو و صداقت تحلیلگری ایشونو شما میتونین در مصاحبه هاشون کاملا ببینین. این صحبتی که من میکنم به عنوان ایندورسمنت آقای شهروز نیست، بلکه این وظیفه وجدانی منه که به بینندگان و کسانی که در کانادا هستن
مطالب رو مطرح بکنم. ما تعداد بسیار کمی افرادی در کانادا داریم که در این کیفیت باشن که بخوان در سیاست وارد بشن. من اینو به عنوان کسی که هر دو طرف قضیه رو دیدم، در خانواده افراد سیاسی داشتیم در کانادا و هم چنان که میدونم کسانی که در سیاست میرن و مخصوصا که درجه وکالت دارن به مراتب بیشتر میتونن درآمد داشته باشن در کار حرفه‌ای خودشون تا اینکه بخوان در دولت بخوان بیان. و این نشون میده که آقای شهروز افرادی مثل ایشون واقعا میخوان به جامعهشون کمک بکنن. ما در حال حاضر واقعا افرادی مثل آقای شهروز رو نیاز داریم در دولت فدرال کانادا که بتونن از حق ایرانی ها و کانادایی ها در حقیقت یکی هستن بتونن که دفاع بکنن و حق و حقوقشون رو اون چیزی که نیاز ما ایرانی ها هست در صحنه مجلس کانادا مطرح بکنن. از این بگذریم، من میخواستم پرسش و پاسخمون رو شروع بکنم اگر اجازه بدین جناب شهروز. چی شد که شما واقعا وارد سیاست شدین؟ چیزی رو شما، انگیزه شما چی بود بابت این کار؟ سوال بسیار خوب و مهمی پرسین جناب افشین جم. همونجوری که در جوابم الان اشاره کردم، یک احساس افسردگی و عصبانیت من در جامعه میبینم و این فکر کنم دلیلش اینه که ما رهبران خوب در این کشور نداشتیم. رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیر یه اصطلاحی داره، میگه که everything is broken, Canada is broken، که من اتفاقا در این ویدئویی که پخش کردم تکرار کردم و واقعا همه فکر کنم این حس رو دارن که اتفاقاتی که باید در کانادا بیفته نمیفته، اون نهادهایی که باید کار بکنن کار نمیکنن و همه شکسته به نظر میان. و این باعث شد که من بخوام وارد این کار سیاسی بشم. من در سن خیلی کمی اومدم کانادا و همیشه احساس میکردم در جامعه کانادایی یک حالت قرارداد ناگفته هست. قرارداد اینه که اگه شما واقعا کار بکنین، درس بخونین، فعالیت بکنین، کوشش بکنین، میتونین که پیشرفت بکنین در این کشور. اگه پدر و مادری به عنوان مهاجر اومدن اینجا ممکنه سختی بکشن، اما نسل بعدی وضعش بهتر خواهد بود. متاسفانه من ترس از این دارم که نسل بعدی در کانادا شاید به موفقیت نسل من نباشن. من دو تا بچه کوچیک دارم که واقعا دوستشون دارم و دلم میخواد که پیشرفت بکنن، اما نگرانشونم در آینده. آیا وضع اقتصادی جوری خواهد بود که اینا کار داشته باشن؟ آیا بتونن اینا خونه بخرن؟ میدونم خیلی جوان ها الان احساس میکنن که نمیتونن کار پیدا کنن. خونه خریدن اصلا رویایی شده برای خیلی ها. این به نظر من خیلی مسئله مهمیه و جامعه ای که من اینقدر دوست داشتم و جامعه کانادا اینقدر به من فرصت پیشرفت داده داره از دست میره متاسفانه. و روی این مسئله من خیلی دلم میخواد کار بکنم و صدای مردم کانادا باشم. کامیونیتی ایرانی هم خب جزء اون خانواده بزرگ کانادایی. جدا از این، من فعالیت زیاد حقوق بشری و بین المللی کردم در چند سال اخیر و برام حقوق بشر سراسر دنیا خیلی مهمه و احساس میکنم که دولت کانادا، دولت آقای ترودو به اندازه کافی اهمیت نداده به این مسئله. اونجوری که باید با جمهوری اسلامی رفتار نکرده. به نظر من ما باید موضع خیلی قوی تری علیه جمهوری اسلامی بگیریم. سالیان سال من دارم فعالیت میکنم که سپاه پاسداران رو ما در لیست تروریست بزنیم و بدون هیچ جواب، ما هیچ جواب درستی از آقای ترودو نمیگیریم در این مورد. و عزیزان میدونن که هر روز توی شهر تورنتو اگه شما راه برین تو مناطق ایرانی نشین میبینین، با چشم خودتون میبینین که افرادی که رابطه دارن با جمهوری اسلامی دارن اینجا قدم میزنن، با پول کلان اومدن اینجا، بیزنس میخرن، خونه های خیلی شیک میخرن. و این به نظر من نامنصفانه است. نه تنها نامنصفانه است، به نظر من خطریه برای امنیت ملی کانادا. این هم به نظر من انگیزه، اینم انگیزه برای من که وارد حوزه سیاسی بشم که صدایی باشم در پارلمان کانادا و سعی کنم کانادا رو جهت سیاسیش رو عوض بکنم و اجازه بدم کانادا برگرده به اون چیزی که من باش بزرگ شدم و دوست داشتم، کشوری آزاد، کشوری که موضوع های درست میگرفت در نهادهای بین المللی و کشوری که درش فرصت پیشرفت است برای افراد و خانواده ها. بله، بینندگان عزیز، موضوع سپاه پاسداران رو مطرح کردن. آقای شهروز و همکارانشون که چند تا سازمان حقوق بشری دارن، حالا اگه خواستم میتونن راجبش صحبت بکنن، کارهای بسیار زیادی رو در مورد گذاشتن جمهوری اسلامی در لیست سپاه و در لیست تروریست بسیار فعالیت کردن. من
به خاطرم میاد که حدود چند ماه پیش بود، احتمالاً دو ماه پیش بود، که یک برنامه یک روز و نصفی داشتن و حدود 30 تا از نماینده های مجلس و سناتورها رو و چند تا وزیر رو در اتاوا دیدن و مطالبی که مربوط به این موضوع هست و البته مطالب دیگه که اگر خودشون خواستن میتونن راجع به صحبت بکنن. و من فکر میکنم که یکی از هدفهای آقای شهروز علاوه بر مطالبی که خودشون اشاره کردن، گذاشتن سپاه در لیست تروریست هست و من فعالیتشون رو واقعا تبریک میگم، برای اینکه فوق العاده خوب کار کردن. اگه چیزی راجع به این موضوع هست خواهش میکنم بفرمایید، اگر نه مطلب دیگه ای رو سوال دیگه دارم. خیلی متشکرم که اشاره کردین به این برنامه ما که اگه اشتباه نکنم سپتامبر اتفاق افتاد. فکر کنم اولین باری بود که سری نهادهای اجتماعی دور هم جمع شدن، نهادهای حقوق بشری دور هم جمع شدن و رفتند و یه سری جلسات خیلی جدی با نمایندگان پارلمان کانادا و سناتورهای کانادا داشتند و اونجا 3-4 مطلب ما راجبش صحبت کردیم. یکی راجب پناهندگان که ما میخواییم پناهندگانی که در مجبور شدن به علت انقلاب زن زندگی آزادی فرار بکنن اونها رو اجازه بدیم بیان کانادا به جای نمایندگان رژیم. صحبت از لیست کردن سپاه به عنوان گروه تروریست کردیم. صحبت از پرواز 752 کردیم که عدالت برای اون عزیزان ما میخواییم و صحبت از دخالت رژیم جمهوری اسلامی در وضعیت کانادا. این به نظر من این مطالب خب خیلی مهمه، اما مهمتر از این به نظر من بود که ما یه کار ارگنایز به صورت یک جامعه کردیم و رفتیم دیدار داشتیم و صدای کامیونیتی رو به صورت خیلی منظمی رسوندیم به سیاستمداران کانادایی. و من امیدم اینه که اگر انتخاب بشم این ادامه همون کار باشه. ما کامیونیتی ایرانی الان 30-40 سال دیگه الان در کانادا هست و باید ما یواش یواش جای خودمون رو پیدا بکنیم و بتونیم قوی تر باشیم در سیاست کانادا. و امیدوارم که انتخاب شدن من برای پارلمان هم یک قدم بعدی باشه برای قوی شدن کامیونیتی. بله، برای بینندگان بازم مطالبی است که همینطوری که صحبت میکنیم من یادم میفته چندین پناهندهی که درخواست کرده بودن توسط سازمانی که کالکتیو جاستیس، ایرانیان جاستیس کالکتیو، از طریق اونا تونستن این هموطنان ما رو بتونن بیارن به کانادا. راجع به پناهندگان صحبت کردم، من تا اونجا که حافظم اجازه میده آقای شهروز و همکارانشون درخواستی که داشتن از کانادا این بود که ما یعنی کانادایی ها رو از نظر پناهندگی و همون صورت تریت بکنن، چشمش با همون چشم ببینن که اوکراینیا رو میبینن، افغانیا رو میبینن یا سوریا رو میبینن. و این یک صحبت بسیار دقیقی هست از اینکه ما اون چیزایی که برای دیگران روا دارن برای ما هم داشته باشن. اگر راجع به این موضوع مطلبی داریم بفرمایید، اگر میرم سوال بعد. کاملا حرفتون درسته، خیلی مختصر میگم. البته زحمت این کار راجع به پناهندگان و دیگر همکاران هم در این گروه های ایرانیان جاستیس کالکتیو اونها زحمتشو کشیدن، اما حرفتون کاملا درسته. اوکراینیا و دیگران شاید به علت قدرت سیاسی که در این کشور دارن وقتی اتفاقی میفته خب کانادا دست به کار میشه و پناهندگان اونها رو اجازه میده بیان به کانادا. خیلی هم کار خوبیه. ما متاسفانه اون قدرت سیاسی رو نداریم و به نظر من لازمه که ما به عنوان یک جامعه که الان چند ده هست تو کانادا زندگی میکنیم این قدرت رو پیدا کنیم که ما هم بتونیم به عزیزانمون که در ایران مجبور شدن فرار بکنن ما هم بتونیم به اونا کمک کنیم. بله، نکته ای که ما در کانادا باهاش روبرو هستیم به خصوص از در مورد شفافیت، بنابراین کاری که یک نماینده مجلس میکنه در حقیقت یک کارمند استخدام شده توسط کسانی که رأی میدن هست. و من اینو در آقای شهروز میبینم که شفافیت واقعی رو داره. من یک سوالی که قبلا شده بود ولی اینجا در جلوی دوربین ازشون میکنم و اونی که شما چند سال پیش برای حزب لیبرال چیز کردیم، درخواست کردیم که موفق نشدیم. میخواستم که چون موضوع شفافیت هست الان چطور شد که شما از لیبرال و آمدین حالا به کانسرواتیف و حزب محافظه کار؟ اینو من فکر کنم که سوالی است که حتما دیگران هم خواهند داشت. حتما دیگران خواهند داشت و خیلی متشکرم که این سوالو میپرسین. واقعا مهمه به نظر من، کسی که میخواد به من رأی بده باید بدونه که چرا من دید سیاسی یا حزب سیاسی عوض شده.
ببینین جناب افشین جان، مثل خیلی مهاجران دیگه موقعی که من وارد کار سیاسی شدم دیدم این بود که حزب لیبرال شاید بهترین حزب باشه برای مهاجران مثل ما. خیلی خیلی مهاجران به کانادا اولین رأیشون به حزب لیبرال هست و من هم همین دیدو داشتم. اما من کسی هستم که خب افراطی نیستم در دیدگاهم و اصرار ندارم به یک حرفی اگه بدونم اون حرف غیر منطقیه. ما الان 10 سال رکورد حزب لیبرال رو میتونیم ببینیم در عمل. اقتصاد به مراتب خرابتر از 10 سال پیش شده. جرم و جنایت به مراتب بالاتر از 10 سال پیش. وضعیت حقوق بشری و مسائل بین‌المللی کانادا بسیار ضعیف شده نسبت به 10 سال پیش و وضعیتی گفتم اشاره کردم چند بار در این مصاحبه برای جامعه ایرانی کانادایی وضعیت بدتر شده که ما دائم می‌بینیم پول دزدیده شده از ایران داره میاد اینجا. افرادی که با رژیم در ارتباطن در 10 سال اخیر خیلی تعدادشون بیشتر شده. یعنی شما همه این سیاست‌ها رو که نگاه می‌کنین می‌بینین که خب دولت لیبرال اشتباهات زیادی کرده و با این اشتباهات و با این دیدگاه غلط چه دلیل داره من ادامه بدم همکاری با این حزب رو؟ و من می‌بینم و در عمل دیدم در رابطه‌ای که با سیاستمداران محافظه‌کار دارم که اونا دید بهتری دارن از نظر اقتصادی. به نظر من دیدشون قوی‌تره، از نظر دیدشون مسائل بین‌المللی دیدشون بهتره، از نظر حقوق بشر دیدشون بهتره. راجع به مسائل ایران وقتی صحبت می‌کنن دائم صحبت از تروریست صدا کردن جمهوری اسلامی صحبت می‌کنن. خب وقتی آدم اینا رو می‌بینه در عرض 10 سال باید موضعش هم خود به خود عوض بشه. من هم موضعم عوض شده، من در یک حزب جدید دارم فعالیت میکنم، دیدگاه هم فکر کنم ارزش هایی که من دارم، ارزش آزادی، ارزش یک کشوری ما داشته باشیم که خانواده ها بتونن درش پیشرفت بکنن، این ارزش ها با حزب محافظه کار به نظر من خیلی نزدیکن. و اینم اشاره بکنم شاید بینندگان این برنامه خیلی مسائل سیاسی کانادا رو دنبال نکنن، اما حزب عوض کردن در کانادا خیلی چیز عجیبی نیست. یک دو مثال براتون میزنم. تو اونتاریو نخست وزیری بود به اسم باب ری، نخست وزیر اونتاریو بود در از حزب NDP. بله. سالها بعد شد رهبر حزب لیبرال کانادا. بله. و یه کس دیگری بود، یک سیاستمدار دیگری بود به اسم ژان شری. بله. که جزو حزب محافظه‌کار فدرال بود، در کابینه بود. بله. و بعدها شد نخست وزیر لیبرال استان کوبک. یعنی میبینیم که افراد در طول زمان دیدگاهشون عوض میشه و حزب عوض میکنن و این کار طبیعیه. بله. البته همجوری که شما گفتین افرادی که میخوان رأی بدن خیلی درسته که این سوال رو از من بپرسن و فکر کنم جواب من، امیدوارم که جواب من قانعشون بکنه. بله. شما جناب شهروز، من توی رسانه های اجتماعی خیلی اکتیف هستم، فعال هستم و میبینم که شما رو به صورت میتونم بگم واژه ناجوان مردانه شما رو به شما حمله میکنن و من واقعا نمیدونم که چرا. برای اینکه من شما رو چندین سال میشناسم و جز این چیزی که خوبی که از شما دیدم واقعا چیزی ندیدم. چرا این اتفاق میفته به نظر شما؟ چرا اتفاق میفته و اینا کیا هستن که واقعا به شما اینطوری ناجوان مردانه تکرار میکنن حمله میکنن؟ سوال خیلی خوبیه. ببینین سیستم های دیکتاتوری، چه دیکتاتوری اسلامی باشه، دیکتاتوری کمونیست باشه، دیکتاتوری فاشیست باشه، همشون یک شکل عمل میکنن و یکی از کارهایی که میکنن این که میگردن ببینن چه کسی علیهشون داره فعالیت میکنه به صورت اصولی و سعی میکنن اون فرد رو هدف قرار بدن و بهش حمله بکنن و تهمت بهش بزنن، انگ بزنن و این رو در ذهن مردم یک حالت یه دید منفی نسبت اون فرد ایجاد بکنن. و چون دیدشون اینه که اگه ما مردم رو مشکوک بکنیم نسبت به این فرد دیگه نمیتونه قوی علیه ما عمل بکنه. به نظر من این استراتژی جمهوری اسلامی علیه من حالا نمیخوام از خودم تعریف بکنم، اما فکر کنم در چند سال اخیر واقعا فعال خیلی موفقی بودم و اثرگذار بودم علیه جمهوری اسلامی. چه اینکه در پارلمان کانادا مثلا کشتارهای 67 رو من با یه سری از دوستان فعالیت کردیم که اون کشتار رو به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسیم. کانادا پارلمانش این رو شناخت به عنوان جنایت علیه بشریت، تنها تا امروز تنها کشوری کانادا که اون کشتار رو به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته. چه برگزاری تظاهرات خیلی بزرگ 50,000 نفره تو منطقه ریچموند سال 2022، چه هزار کار دیگه، دیداری که هم شما اشاره کردیم با سیاستمداران کانادا راجع به این مسائل. اینها خب اثر میذاره، اینها
فکر کنم ذهنیت سیاستمداران کانادا و غرب رو نسبت به ایران عوض کرده و خود رژیم جمهوری اسلامی خوشش نمیاد از این. و در جواب این کاری که میکنه که شروع میکنه من حمله کردن، هزار نوع سعی میکنه من برچسب بزنه که کاوه با این سازمان کار میکنه، کاوه دیدگاهش اونه، مارکسیست، مجاهد، دروغهای دیگه. و به نظر من هیچ عیب نداره کسی هر نوع فعالیت، هر نوع دیدگاه سیاسی داره، خب میتونه بره بکنه. اما این هیچ وقت اینها دیدگاه سیاسی من نبودن. همیشه من یک فرد مستقل بودم، همیشه کارهای حقوق بشری کردم و اینکه سعی میکنن به من حمله بکنن به نظر من تا حدی نشون دهنده موفقیت کار منه. و اینکه چه کسانی اینا هستن، به نظر من خب عده‌ای هستن که ناآگاهن و خیلی دلم میخواد باشون بشینم صحبت بکنم، مثلا در طول این انتخابات. و فکر کنم به این افراد اگه اطلاعات درست من بتونم تحویل بدم، دیدشون نسبت من عوض میشه. اما فکر کنم درصد بزرگی از این کسانی که من حمله میکنن، مثلا در جاهایی مثل توییتر، فیسبوک و اینجور جاها، اینها تا حد زیادی نمایندگان رژیمن یا ارتش سایبری رژیمن. و وقتی کسی یه حرف منفی رو جمعه میزنه، صدها نفر میریزن با فوشهای رکیک، حرفهای بسیار زشت، دروغها. این حقیقتش این رو من خیلی اثر نمیذاره، چون من کاری که برای خودم دارم میکنم به نظرم مهمتر از این حرف هاست و نباید دادم در مقابل اینجور حملات عقب نشینی بکنم. من با مطالبی که گفتی خودم آشنا هستم، یعنی من و خانوادم رو دیدم که چجوری میتونن با حرکات بعد را صحبت های ناشایست هدف قرار بدن. و شما به درستی اشاره کردیم، بعضیا نادانسته و بعضیا دانسته. اون دانسته ها به نظر من بهشون به ناآگاه هستن، پیشنهاد میکنم برن شما رو چک بکنن در صفحات گوگل یا جاهای دیگه، چک بکنن ببینن که کاوه شهروز کی هست، چی کارها کرده. چون این چیزهایی که ما الان اینجا میگیم، من فکر کنم که 10% کارهایی است که فقط، شاید هم کمتر از 10% از کارهایی است که کردیم. من هم مورد به قول معروف این ناسزاگویی ها بودم. تجربه ای که دارم این که جمهوری اسلامی چند کار میکنه. یکی این که میخوان که اون طرف رو خراب بکنن، همونطور که شما به درستی اشاره کردی. دو، میخوان که تهدید میکنن، خانواده رو تهدید میکنن، افراد رو تهدید میکنن. و سه، این که اگر نتونن اون وقت ممکنه بخوان آدم رو ترور بکنن. ما دیدیم در مورد خانم علی نژاد، دیدیم در گزارشی که بود که چند روز پیش بود، اتفاقا یک ایرانی که دوتا کانادایی رو استخدام کرده بود برای کشتن دو نفر که احتمالاً میدیم افراد مال اینترنشنال، رسانه اینترنشنال بودن، و دیگرانی که در اروپا کشتن. بنابراین این اون زمانی که خطر میبینه این کار میکنه. البته اینم اضافه بکنم، بعضی موقع هست که میان اون طرف رو میخوان بخرن، یعنی اینکه آلودش بکنن، ازش فیلم بگیرن، عکس بگیرن و بعد بتونن اونو رسانه‌ایش بکنن. بنابراین من به کسانی که ناآگاهانه دنبال این کسانی که میرن میگم که حمال دیگران نباشین، خودتون برین چک بکنین. و اگر هم سوال دارین، در این ویدیو، در پایان این ویدیو شما سایت گذاشته بودین و میتونن با شما تماس بگیرن. و من فکر میکنم که این کار درستیه که دنبال کسایی که جمهوری اسلامی میخواد که این کار انجام بده. البته من این آگاهی رو میخوام به بینندگان عزیز بدم، اخیراً در این چند ماه گذشته جمهوری اسلامی دو گروه 11,000 نفری استخدام کرده. در اینها توشون عرشبت که شهروندان کشورهای دیگه هم هستن، زبان با در ایتالیایی صحبت میکنن، انگلیسی صحبت میکنن، خوب فرانسه صحبت میکنن. و این دو گروه میان در رسانه های مختلف شما رو میخوان بزنن با تحصیلات عالی. وقتی که شما لغتاشون رو میخونین میبینین که چقدر آدم های قشنگ خودشون رو میخوان معرفی بکنن.
اینها ترفندهای جدید جمهوری اسلامیه که ما نباید وارد اون گود بشیم. این دو گروه که عرض کردم، یک گروه رو به جون اون یکی دیگه گروه میندازن و ما که ناآگاه هستیم میام طرفدار این یکی میشیم یا طرفدار اون یکی میشیم. بنابراین اینو خواستم که از این فرصت استفاده بکنم. آقای شهروز، برای کسانی که هر روز سوال میکنن که ما چه کار میتونیم بکنیم، شما به عنوان که اگر امیدوارانه که برنده بشین و برین توی پارلمان، چه کارهایی رو، البته اشاره کردین، چه کارهایی رو میتونین برای جامعه ایرانی انجام بدین به عنوان یک نماینده؟ من سوال بسیار خوبی میپرسین و همونجوری که گفتین من اشاره کردم. اولا من تمام کوششامو میکنم برای جامعه ایرانی کانادایی که صدایی باشم براشون، اما من دارم وارد پارلمان کانادا میشم، به عنوان یک نماینده کانادایی میخوام فعالیت بکنم و برام موفقیت و پیشرفت کانادا بسیار مهمه. اقتصاد همونجوری که اشاره کردم و این امید به پیشرفت برای نسل بعدی به نظر من خیلی مهمه. من میخوام صدایی باشم که اولا این درد مردم رو برسونم به گوش سیاستمداران کانادا، در پارلمان باشم فکر کنم خیلی بتونم بهتر دیدگاهشون رو ارائه بدم، و مقابله با این جرم و جنایت، مقابله با دخالت رژیم‌های خارجی در کانادا، این به نظر من خیلی مهمه. البته الان تا حدی صحبتش هست در کانادا، بیشتر راجع به چین و روسیه که چجوری این کشورهای دیکتاتوری میان در کانادا دخالت میکنن. این مسئله که من سالیان سال پیش، من مقاله دارم از 2019 قبل از اینکه اصلا کسی تو کانادا راجع به این مسئله صحبت بکنه، من مقاله نوشتم راجع به دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی در کانادا. این به نظر من شاید بنز کافی مردم عادی بهش توجه نمیکنن، اما اگه دولت‌های دیکتاتوری خارجی بتونن نفوذ کنن در نهادهای کانادا، دیگه کانادایی وجود نخواهد داشت که ما بتونیم ازش در زندگی بکنیم و بتونیم ازش دفاع بکنیم. واسه همین خیلی مهمه که ما الان دست به کار بشیم و من امیدوارم به عنوان کسی که سالیان سال در روی مسائل کار کرده بتونم صدایی باشم در پارلمان کانادا و جلوی نفوذ رژیم‌های مثل رژیم جمهوری اسلامی در کانادا رو بگیرم. و این مسائلی که برای من خیلی مهمه و الان هم که دارم با شهروندان مختلف در سراسر کشور مخصوصا در ریش محیط صحبت میکنم، میدونم که این خواسته های من دقیقا هم خواسته های اوناست و امیدوارم که بتونم این دیدگاه اونا رو انعکاس بدم. بله، فردی مثل شما که لایر هستین، وکالت خوندین و تجربه بسیار زیاد دارین، میتونین بسیار کمک حال جامعه ایرانی باشین. اگر که سوالی رو من جا انداختم یا اینکه دوست دارین با بینندگان مطالبی رو بگین، میانه دست شماست و اینم دور بید. متشکرم. من از اولا از شما خیلی متشکرم جناب افشین جان و خیلی خوشحالم که فرصتی دارم که با کامیونیتی خودم، کامیونیتی ایرانی کانادایی صحبت بکنم. حمایت شما رو واقعا نیاز دارم. همونجور که در این ویدئویی که اول برنامه گذاشتن گفتن، من تصمیم گرفتم در انتخابات شرکت کنم، اما بدون کمک شما نمیشه. برای اینکه من بتونم موفق بشم در این انتخابات درون حزبی حزب کانسرواتیو و بتونم در مرحله بعدی در انتخابات سراسری در انتخابات فدرال شرکت بکنم، نیاز دارم دوستانی که در منطقه ریچموند هیل زندگی میکنن، جنوب خیابان الگین میلز، اگه مایل هستین از من حمایت بکنین خیلی متشکرم، امیدوارم که بتونم حمایت شما رو داشته باشم. اگه میخواین حمایت بکنین، مهمه که شما عضو حزب کانسرواتیو بشین که بتونین حق رأی در این انتخابات داخلی داشته باشین. خیلی دوستان محبت میکنن، میگن ما میخوایم از تو حمایت بکنیم، اما نمیرن عضو بشن یا شاید نمیدونن که این مسئولیت، این وظیفه رو دارن که عضو بشن که بعد حق رأی داشته باشن. سیستم کانادا اینجوریه که حزب ها برای اینکه کاندید خودشون انتخاب بکنن، رأی گیری میکنن از اعضای خودشون. و شما اگر ریچموند هیل زندگی میکنین 14 سال به بالا دارین، قوانین یکم فرق میکنه در مورد انتخابات داخل حزبی. اگه در ریچموند هیل زندگی میکنین 14 سال به بالا دارین، پی آر دارین یا سیتیزن هستین و مایلین از من حمایت کنین، ازتون میخوام که با ستاد انتخاباتی من تماس بگیرین از طریق وبسایت، از طریق ایمیل. ما میتونیم فرم ها رو در اختیار شما بذاریم، شما یه فرم خیلی ساده رو میتونین پر بکنین و عضو حزب بشین که این هیچ تعهدی برای شما ایجاد نمیکنه، فقط به شما حق شرکت در انتخابات داخلی حزب میده و با این حمایت من میتونم رقابت بیشتری بکنم، میتونم پیشرفت بکنم و میتونم صدای شما باشم. اشاره کردین برای کسانی که در ریچموند هیل زندگی میکنن،
ولی کسایی هستن که زندگی نمی کنن ولی آشنا و دوست دارن که میتونن از اونا خواهش بکنن که این کار بکنن، چون هدف ما در حقیقت رفتن شما در مجلسه و بتونین برای جامعه کاری انجام بدین. بنابراین این خیلی خیلی مهمه. حرفتون کاملا درسته. یکی از شوخیایی که ما تو کمپینمون میکنیم اینه که شما ایرانی هر جای دنیا، از ایران، از تهران گرفته تا استرالیا، هر کسی توی دنیا هست حداقل 10 نفر 10 تا ایرانی دیگر تو ریچمونت هیل میشناسه. و ما باید از این شبکه ها استفاده بکنیم. و جمله آخر این که اگر که شما عضو لیبرال هستین یا NDP هستین، دلیل نداره که شما عضو کانسرواتیو هم باشین اگر یا اگر چیزی هست اضافه در بکنید. در این مورد اگه فردی در حال حاضر عضو یک حزب دیگه است نمیتونه عضو حزب کانسرواتیو بشه و رأی بده، اما اگه دوستان، چون تعداد افراد که عضو یک حزب در هر زمانی هستن تعدادشون کمه، مثلا فکر کنم اکثر دوستانی که این برنامه دارن میبینن میتونن عضو بشن، فقط باید این شرایط رو داشته باشن دیگه، ریچ مونهیل باشن، 14 سال به بالا، PR و سیتیزن. بله بسیار خوب. در پایان این ویدیو که ما دیدیم در ابتدای این نشست، شماره ایمیل و سایت آقای شهروز اونجا هست. اگر پرسشی دارین، سوالی دارین، خواهش میکنم که به اونجا مراجعه بکنین و مسلما خودتون یا همکارانتون به شما کمک خواهند کرد که اون پرسش ها رو پاسخ بدن. من از شما خیلی تشکر میکنم. از جناب فرزاد در تلویزیون ایرانیان کانادا سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من گذاشتن که بتونم که جناب شهروز رو مصاحبه بکنم و برای کسانی که روز عاشقان رو جشن میگیرن به شما تبریک ولنتاینز دی رو میگم. روزتون بخیر. سپاسگزارم. خیلی متشکرم شما. من کاوه شهروز با افتخار یک همسر، پدر، حقوقدان، تحلیلگر سیاسی و فعال حقوق بشر هستم. به همراه خانواده‌ام تصمیم مهمی گرفته‌ایم که من به عنوان کاندیدا در انتخابات درون حزبی حزب کانسرواتیو در منطقه ریچموند هیل شرکت کنم. من متولد تهران هستم و در کودکی به کانادا مهاجرت کردم. تحصیلاتم را در رشته علوم سیاسی و فلسفه در دانشگاه تورنتو و پس از آن در رشته حقوق در دانشگاه هاروارد به پایان رساندم. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون باور دارم کانادایی‌ها سزاوار دولتی بهتر از دولت ترودو هستند و حزب کانسرواتیو به رهبری پیر پولیر تنها حزبی است که می‌تواند مشکلات امروز را حل کند. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و بالا رفتن آمار جرم و جنایت قابل چشم‌پوشی نیست. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون دخالت‌های خارجی از جمله دخالت رژیم جمهوری اسلامی زندگی شهروندان کانادا را مختل کرده است. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون مجید جوهری نماینده مجلس ریچموند هیل تلاش دارد حکومت غیر عادی جمهوری اسلامی را عادی نشان دهد. حضور چنین فردی به عنوان نماینده منطقه‌ای که هزاران ایرانی کانادایی آزاده در آن زندگی می‌کنند با ارزش‌های دموکراتیک سازگار نیست. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی در کانادا مهم است و در این راه آسیب ندیدن افراد بی‌گناه برای من اهمیت دارد. کانادا نباید بهشت جنایتکاران و اختلاسگران باشد. من در این انتخابات شرکت می‌کنم چون به جای عزیزان شما مقامات جمهوری اسلامی موفق به دریافت ویزای کانادا می‌شوند. من در این انتخابات شرکت می‌کنم و به کمک شما نیازمندم. اگر شما ساکن محدوده جنوب الگین میلز ریچموند هیل هستین، بالای 14 سال دارید، دارای اقامت دائم و یا شهروندی کانادا هستین، از شما درخواست میکنم که به وبسایت من kshahrooz.ca بروید و با مراجعه به صفحه ممبرشیپ فرم عضویت را پر کنید. در این مسیر با من همراه شوید و آشنایان خود را به همراهی دعوت نمایید.